قیمت بدی. اصل داستانه که سکه ها تو دست هر کی قیمتی داره. پس اصل داستانو ول کن. سکه ها تو دست بهادر چند میارزه؟ مظفری قاجاری که قیمتی نداره. اصل کاری صفویاست که دست بهادر هم باشه باز خیلی میارزه. چند؟ صفویا دونه 10. ببین من بهادرم ها. استخون زیر خاک ترکندم. با بچه طرف نیستی. اگه قیمت دستته چرا بس اومدی سراغ من؟ مخواستم اینو خریداری؟ خریدارم. بز خری نه. تهش دونه 15. تهش دونه 50 میلیون تومن. خیلی با مزهی با دون. خدا روزت جای دیگه حواله کنه. چون تویی 40 تومن. چون تویی 20. 35. زورم نمیرسه. همون 20. زد زیاد با معاملمون نمیشه. بهادر یا برو سراغ استا یا مسید، اونا میتونن راد بدازن. ممنون از کمکت. راستی اگه بری میشه منصور خانم. من منصور خان نمیشناسم. خیلی خوب بابا. بله ممنون. نه آقا چه دل خوری. میدونم که شما هم گرفتاری. باشه چشم، به امید دیدن. خداحافظ. سلام. سلام. چیکار کردی؟ تونستی مهلت بگیری؟ آره فقط 2 روز. خوبه، همین 2 روز هم خوبه. بابا من هر جوری باشه این پولو بهتون برمیگردونم. تو نمیخواد کاری بکنی. حمید بهت قرض داده، منم بهش پس میدم. اون یه بازی رو شروع کرده که منم به روش خودم تمومش میکنم. تو فقط اگه آوا رو دوست داری به فکر خرابیایی باش که پشت سرت جا گذاشتی و اونا رو درست کن. دیگه چیزی نمونده که بخوام درستش کنم. همه چی تموم شد. پس خوش به حال امیر که به مراد دلش رسیده. تو چه مرگت پسر، تکلیفت با خودت روشن نیست؟ مگه نمیگی که هر کاری کردی به خاطر آوا بوده؟ حالا اینجوری جا میزنی؟ من جا نزدم. وقتی آوا میره با خسرو مج نقشه زدن رستوران میکشه، اونم تو کارگاهی که با هم شریک بودیم، این معنیش چیه؟ معنیش هر چی که هست این نیست که پاشی بری با مجد دست به یقی بشی و حمید بیاد برات رضایت بگیره. تو اصلا به آوا فرصت دادی که توضیح بده قضیه چی بوده؟ توضیح باید قبلش میداد نه بعدش. مگه تو همین کارو باهاش نکردی؟ اون قضیهش خیلی فرق میکرد. تا وقتی که حرفشو نشنیدی نمیتونی بگی فرق میکردی یا نه. جواب بده اون موبایل تو. الو سلام آرش، جاییم کار دارم. چی شده؟ الان نمیتونم. باش باشه باشه الان میام. آرش بود، یه کار ضروری بام داشت. باشه برو، فقط یه ذره به حرفام فکر کن لااقل بفهمی با خودت چند چند. خدافز. بهشون گفتم که اون آقای با شما تماس بگیر. حالی که تماس نگرفته برو بالا، من الان میام. چی شده منو کشوندی اینجا؟ برو بالا الان میام دیگه. Thank you.